Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kama sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidum Majid. Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kama barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka Hamidum Majid. Arz-ı selam dönem ve adab-ı ihtiram hizmet hamle şuma khuban ve azizan ve serveran umidvaram her koca ki hastid lahze zindegitun zibatar قشنگتر و مشغولتر در عبادت از لحظات گذشته اون بوده باشه. الله متعال رو شاکریم، به نهایت سپاس گذاریم الله ذوالجلال از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب ما و شما خوبان گردید تا گرد هم در برنامه دیگر از برنامه های سفره دل جمع بشیم در موضوع دیگر از موضوعات مورد بحث ما در این برنامه در امتداد راه ازدواج از ابتدا و اولین قدم های برداشته شده در مسیر ازدواج و تشکیل زندگی مشترک. جناب دکتر نور محمد عمرای عزیز همراه ما هستند تا به همراه شما خوبان عزیزان برنامه امروزمون آغاز کنیم. جناب دکتر خوش آمدید. خیلی خیلی ممنون. بنده هم اگر اجازه بدید البته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلوات و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله. تا وقتی که استاد سلیمانی یه چای واسه من بریزن، بنده با شما عزیزان عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که انشاءالله روزهای خوش و خوشتری داشته باشید و بتونیم در کنار هم انشاءالله این سری جدیدی از برنامه ها برای ساختار زندگی و بنای خانواده که شروع کردیم انشاءالله به شیوه بهتری به ثمر برسونیم. بارها و بارها تاکید داشتیم و باز هم اصرار میکنیم که عزیزانی که بچه ای دارن میخوان که بچه هاشون رو سر سامون بدن، خانواده ها میخوان که خانواده تشکیل بدن، به هر حال این برنامه ها رو با دقت متابعت کنند، با ما همراه باشند تا اون کاری که در خیلی از کشورها صورت گرفته مثل کشورهای مالیزی، موریتانیا و کشورهای دیگه که یک مدرک صادر میشه، یک دوره ای بچه ها باید قبل از ازدواج برن در شناخت مسائل ازدواج، قبل از ازدواج باید یک به اصطلاح دوره‌ای ببینن، مدرکی داشته باشن تا بهشون اجازه ازدواج داده بشه. تو عزیزانی که به اصطلاح این فرصت براشون مهیا نیست، در آکادمی آقای سلیمانی همراه باشند، بعد هم در خدمت شما ان شاءالله که این فضا رو برای عزیزان مهیا کنیم. در خدمت شما هستم. خدمت شما جناب دکتر، اینم چای تو من گفتم یک کمی حداقل چند دقیقه بگذره بعدن. ما به همراه شما عزیزان در برنامه امروز و جناب دکتر در برنامه گذشته آخرین برنامه‌ای که در خدمت شما عزیزان بودیم موضوع برنامه‌مون قبل از خواستگاری بود و درباره قبل از خواستگاری صحبت می‌کردیم و حالا امروز جناب دکتر راضی شدن که ما بریم خواستگاری و امروز درباره موضوع خواستگاری می‌خوایم با شما عزیزان صحبت بکنیم. موضوع خواستگاری البته خیلی زیباست که شما موضوع خواستگاری رو با این شروع کردید، یعنی ما رو از اون جای بلندی که بودیم آوردید پایین تا ساده بریم. احساس میکنم جناب دکتر هرچی تکلف در زندگی بیشتر میشه، ما یکی از مشکلات اصلی که در اصلا کلن بحث ازدواج ما داریم همین تکلف هاست و سختگیری هاست. هر چقدر ساده تر برخورد کنیم با این موضوع احساس میکنم ما بهتر و زیباتر به نتیجه میرسیم. در عموم هرچی زندگی هم ساده تر باشه زیباتر هست. ما هم سعی کردیم با شما عزیزان برنامه سفره داریمون از اینجایی که بحث سفره است و غالبا سفره وقتی معنا پیدا میکنه که آدم روی فرشی نشسته باشه روی زمین و دور سفره جمع بشه ساده تر باشه، ما در فضا سفره هم میاریم. جناب دکتر شما این از اجازه بدید اول چایتون رو بخورید داره تا سفره جمع میاد. در موضوع خواستگاری چند نکته خیلی مهم هست که ما بدونیم و وقتی که صحبت از خواستگاری میشه به هر حال خیلی تصورات در ذهن ما و شما ایجاد میشه و هر کسی یک برداشتی داره نسبت به خواستگاری، هر کسی یک به هر حال دیدی نسبت به خواستگاری داره، هر کسی یک رسم و رسومی نسبت به خواستگاری داره، هر کسی یک به هر حال نکات و ملاحظاتی بر خواستگاری داره و سعی می‌کنیم با شما عزیزان در این باب صحبت بکنیم. خواستگاری به هر حال مرحله مهمی است منطقه و خود حرکت خواستگاری و قدمی که برداشته میشه قدم مهمی است و از اونجایی که خشت اول مسیر ازدواج اگر بخوایم بگیم که خواستگاری هست در مرحله عملیش وقتی که ما شروع می‌کنیم به هر حال وقتی رسمی میشه و خبر میشن از همه در این باب اطلاعاتی نیاز هست که با هم دیگه مراجعه بکنیم و به هر حال برداشت‌هایی که هست نکات مثبتش نکات منفیش چگونه بعد خواستگاری صورت بگیره چه کسایی بعد خواستگاری برن
از کجا شروع بشه، چه مواردی بعد رعایت بشه، اصلا کلا دید ما نسبت به خواستگاری یا دید درستی هست یا نه، بعد این دیدمون رو نسبت به این موضوع تغییر بدیم و با دید دیگه ای نگاه بکنیم. ممنون شما عزیزان، در حول و حوش این موارد و این موضوع صحبت خواهیم کرد با جناب دکتر. و اصلا جناب دکتر، چرا از خواستگاری شروع میکنیم؟ وقتی که صحبت میکنیم بریم برهان روی خواستگاری، هر کسی میخواد ازدواج بکنه دیگه میدونه بره خواستگاری. شما چرا انقدر هر کسی این سوال رو مطرح بکنه، چرا موضوع خواستگاری رو شما شروع میکنید دربارهش انقدر تاکید میکنید؟ خواستگاری دیگه طرف برم میشه میره میگه من اومدم که به نوکری منو قبول کنید، تموم میشه دیگه. بله متاسفانه این دید الان یه دید پررنگی شده در با توجه به روند زندگی و اختلاطی که در جامعه هست، در محیط‌های آموزشی، در محیط‌های کاری، فرهنگ تا حدود زیادی فرهنگ‌های ساختاری جامعه متزلزل شده، غزو فرهنگی که جامعه رو زده، رسانه‌هایی که به اصطلاح چون وبا به اصطلاح به جون جامعه افتاده، متاسفانه برخی مواردی که در زندگی و فرهنگ سنتی ما بود اینها رو تحت شعاع قرار داده و به گونه‌ای تضعیف کرده. این سوال مطرح هست در بین جوونا که به اصطلاح حالا که ما میخواییم ازدواج کنیم، پدر مادرمون که نمیخوان ازدواج کنن، حالا که ما همدیگر رو شناختیم، خب چرا قضیه رو خودمون به اصطلاح سر کلاس درس تمومش نکنیم، سر محیط کار تمومش نکنیم؟ ببخشید شما انگشتر تو دستتون نیست، انشالله که دیگه جایی قول قراری نگذاشتید، نه نیست، پس خب پس من از شما خواستگاری میکنم. این روند یه نوع روند به اصطلاح میشه گفت که خیلی ظلم اجتماعی بزرگی هست، یک نوع اشتباه بزرگی هست، یک نوع غرور هست، یک نوع خودبینی هست که من بیام ازدواج کنم گویا که منم که زن میگیرم. این ببینین تصوری هست که جوانای ما دارن و هنوز درک نکردن که من میخوام زن بگیرم، این حق منه. خب اما یادشون رفته که منی که میخوام زن بگیرم، من در واقع به اصطلاح عروس میگیرم برای پدر مادرم، من در واقع عروس میگیرم برای خواهر برادرام، من در واقع به اصطلاح هم با جناقای خودم رو مشخص میکنم. محیط خانوادگی کلن یک با عنصر جدیدی، با یک تعرفه‌های جدیدی آشنا میشه. این عروس خانم من درسته که عروس به اصطلاح همسر من میشه، اما عروس پدر مادرم میشه. حالا من اجازه دارم همسر خودم رو انتخاب کنم، اجازه نمیدم که پدر و مادر در مورد انتخاب عروسشون نقشی داشته باشن، خواهر برادران نقشی داشته باشن، دامادام نقشی داشته باشن، و منم که به صورت فرزندای من، خب داییاشون، عموهاشون، نباید عمو و دایی و اینا حق داشته باشن که بدونن بچه کی میخواد، به صورت بچه کی رو ما میخواییم عمو و دایی و عمو اینا باشیم. همه این مسائل رو ما یادمون میره، جوانای ما یادمونشون میره. واسه همینه که ما میگیم که خواستگاری به شیوه سنتی که در فرهنگ ما بود بسیار مهم هست، هم از نقطه نظر جامعه شناسی و هم از نقطه نظر روانشناسی بسیار حائز اهمیت هست. خواستگاری در واقع یک نوع ازدواج که نیست، یک قرارداد ازدواج هست، یک اتفاق هست که ما میخواییم اگر به اصطلاح خانواده ها به اصطلاح صلاح دیدشون بود و خودمون هم دونستیم که به اصطلاح برای هم ساخته شدیم، ما میخوایم ازدواج کنیم. ازدواج هنوز صورت نگرفته، یک مقدماتی این ازدواج هست. بر چه مبنایی ما میخوایم به اصطلاح این رو انتخاب کنیم؟ ما قبلا روش بحث کردیم که به اصطلاح شناخت، بله دختر خانم همه اون ویژگی هایی که ذکر شد در آقا پسر دیده بود، آقا پسر همون ویژگی ها رو در دختر خانم دیده بود، مفاهیم به اصطلاح ازدواج های شهوانی، ازدواج های به اصطلاح مذکری که دنبال مؤنث هست یا مؤنثی که دنبال مذکر هست، این کلا منتفی است. خب الان یک ازدواجی هست که ارزش ها مد نظر قرار گرفته شده، همه اینها رو ما تا حدود زیادی تشخیص دادیم. با این وجود باید بریم خواستگاری؟ بله با این وجود هم باید بریم خواستگاری. واسه چی؟ ببینید ما وقتی میریم خواستگاری
یک نوع روابط اجتماعی جدیدی رو ما میخواییم تار پودش رو ببافیم. خب این روابط اجتماعی نیاز هست که افراد سال خورده تری تو این میدان نقش داشته باشن که یه مقداری تجربیات زندگیشون بیشتره، با مسائل خانوادگی و مسائل بسیار زندگی بیشتر آشنا هستن. وجود اینا خیلی های زحمیت هست، افرادی که میرن خواستگاری خیلی های زحمیت هست، قضایای به اصطلاح اجتماعی دیگه‌ای که تو افراد خودشون هست، قضیه مثلا اطمینان خاطر داشتن که اینا که اومدن به اصطلاح خواستگاری من دختر واسه من احترام گذاشتن، یه گروه اومدن دیگه که نمیدونم برای خانواده دختر به اصطلاح یک نوع احترام هست وقتی که آقا پسر خودش میاد درو میزنه، بله عمو جان من میخوام به اصطلاح منو به غلامی بپذیرید. خب خیلی سبک هست، یعنی یک نوع توهین تلقی میشه که به اصطلاح مگه تو بزرگتر نداشتیم؟ خب ما با کی داریم به اصطلاح وجود بزرگترها، وجود خانواده یک نوع اطمینانی به خانواده دختر میده و یک نوع شخصیتی هم به خانواده پسر که ما مثلا دخترمون رو رها نکردیم دست یه آقا پسری، دخترمون رو تحویل یک خانواده محترمی دادیم که اگر خدای نکرده فردا موردی بود، موردی شد، ما میدونیم با کی طرفیم. خب الان مثلا زندگی خیلی مسائل داره، زندگی مرگ و میر داره. خب آقا پسر فردا از دنیا رفت، خب دختر ما رو با 5 تا بچه گذاشت، حالا این بچه‌ها بدونیم که پدر مادر اینا کی هستن، پدر بزرگشون کی هستن، خانواده اینها کی هستن، کی وظیفه مسئولیت اینها رو به عهده داره، همه این مسائل مهم هست. بله. فردا اگر مشکلی در بین زن و شوهر پیش اومد، حالا بزرگتری که ما به اصطلاح بهش مراجعه کنیم که آقا شما بیایید پادرمیانی بکنیم، این مسئله ای که بین این دوتا به وجود اومده اینا رو حل کنیم. خب وقتی که به اصطلاح من دختر به یک فامیل میدم، به یک خانواده محترم میدم، واسه من این قضیه بسیار به اصطلاح قابل تحمل تر هست تا وقتی که مثلا این رو رها میکنم دست یک آقا پسری میدم که نه سرش از سرش خبر دارم نه از هیچی. این مسائل خیلی مهم هست. شناخت خود به اصطلاح رفت و آمدهای فامیلی بسیاری از موارد خانواده ها رو میکنه، اینها چه نوع خانواده‌ای هستن، شخصیتشون چطوره، موقعیت اجتماعیشون چطوره، فرهنگشون چطوره، برخوردشون چطوره، تعاملشون، سلوکشون، رفتارشون، دیانتداریشون چطوره. همین که به اصطلاح طرف بیاد یه خودنمایی بکنه، با این خودنمایی نه من از شخصیت اون مطلع میشم، نه از به اصطلاح التزام و پایبندی به دینش و نه از اخلاق شیسته تر در خانه. این کسیه که اومده به اصطلاح فقط به خاطر کشف، به خاطر اینی که دختر ما رو ببره. خب طبیعی است کسی وقتی میاد برای یک چیزی، برای یه نیازی، خودش رو اونطوری جلوه میده که منو راضی کنه. طبیعتاً چون میخواد به هدف برسه. به هدفش برسه. خب من هم میدونه که به اصطلاح این آقا مثلا پایبند به دین هست. میبینی وقتی اومد دیگه تحریشه که واسه خودش گذاشته، دست تسبیح هم دستش هست، تا رسید دم خونه یا اللهی با صدای بلند گفت که همه خبرشن که آقا تشریف آوردن، به این صورت رفتار میکنه. اون چهره واقعیش که چطور بود اون رو من نمیتونم مطلع بشم، مگر اینی که یک نوع رفت و آمدهایی بین خانواده ها صورت بگیره. در مورد ازدواج موردی که خیلی مهم هست اونی که ما انگیزه ازدواج رو بدونیم. مثلا این طرف که میخواد ازدواج کنه انگیزه اش چی هست، یا این خانواده کلا چه چیزای مد نظرشون هست. تا میان به صورت دهن وا میکنن که والله پسر ما تو دانشگاه است دیگه، دانشگاه هم وضعش که خودتون میدونید، ما هم گفتیم این بچه منحرف نشه، این چند سالی که تو دانشگاه است حداقل پایبند باشه به درس و ایناش هم بهتر برسه. خب دیگه ما این اومدیم به صلاح خواستگاری دختر شما، پس اینجور من میدونم که اینا مهم براشون ازدواج نیست، تداوم زندگی، مفاهیم زندگی این براشون معنا نداره. چیزی که براشون معنا داره اینه که این پسرشون منحرف نشه، این پسرشون به گونه ای به اصطلاح خودش رو این 4 سالی که تو دانشگاه است کنترل کنه، بعد از اون چی میشه دیگه براشون مهم نیست. خب پس اینا در پی یک نوع
به اصطلاح زندگی موقت هستند. عموما میخوام که به اصطلاح این شخصی که برای خواستگاری دختر من میاد، این نه تنها به اصطلاح داماد من میشه، نمیدونم جزی از خانواده من تو این دنیا میشه، بلکه این استمرار هست حتی در آخرت هم. این به اصطلاح داماد ما هست، این فرزند ما هست، استمرار زندگی ایشون استمرار زندگی ماست، بچه های این نوه های ما هستن. این مسائل رو به اصطلاح ما در رفت و آمدهای خانوادگی به اصطلاح اینا رو میتونیم مشخص کنیم. خود فرد، شخصیت خانوادگیش، به اصطلاح شیوه دینداریش، فهمش از زندگی، آیا فقط قضیه یک نوع به اصطلاح انگیزه ها یا یک نوع غرایز نوجوانی است که به اصطلاح طغیان کرده بیشتر به اصطلاح ازدواج ها. خب مرحله طغیان غریزه هست که همین مرحله به اصطلاح نوجوانی است. پختگی اینها از شناخت به اصطلاح زندگی و مفاهیم زندگی، اینها همه رو ما در قضای خواستگاری و رفت و آمدهای خانوادگی متوجه میشیم. و الا بگه اصلا مثلا زندگی، حالا این چیزی هم که مثلا آمارهایی که ما در دست داریم، تجربات زندگی که در دست داریم، بیشتر افرادی که مثلا به این گونه وارد خونه نشدن، در نزدن و از در خونه وارد نشدن و سعی کردن که از پنجره و از دیوار و از این ور بپرن، آخر مشخص شده که اینا گرگای بیش نبودن و زندگیشون متاسفانه استمرار نداشت. واقعا دردناک یک وقتی میبینیم که 50% یا بیش از 50% از ازدواج هایی که صورت میگیره در 6 ماه اول به طلاق میکشه. خب این به خاطر همین است که این مسائل سنتی و فرهنگی که در جامعه ما بود، اینها رو ما قربان خواهشات خودمون کردیم، فدا کردیم و دنبال یک نوع فرهنگ‌های تحمیلی که از سوی رسانه، از سوی فیلم‌های خارجی اینا به ما تحمیل شده، ما اینها رو به اصطلاح به عنوان زندگی مدرن قبولش کردیم، آخرش هم به این بلا دچار شد. حالا جناب دکتر تا چایتون سر نشه یک نفس تازه کنین، الان ما آنچه که شما اشاره فرمودید، خب مسئله بحث خواستگاری هست و موضوع بحث تشکیل ازدواج. ما وقتی که می‌خوایم بریم به خواستگاری، الان شما اشاره می‌کنید که شخص دختر پسر مناسب نیست که با هم مثلا خودشون بیان موضوع رو در میون بگذارن، خودشون مطرح بکنن، ولی احساس میشه که برای شروع کار همین خواستگاری هم که کسی میخواد بره، حالا مثلا تو فضای بازتر، حالا ما تو فضای بازتر صحبت میکنیم، مثل دانشگاه هست، هم کلاسی هست، یا دختر پسری همدیگر رو پسندیدن، بالاخره از خودشون شروع میشه دیگه. یعنی بعد پسر اطلاع بده که من میخوام بیام خواستگاری، بعد بهشون بگه که من اجازه میدید بیام خواستگاری، این هم مذموم هست یا نه فقط باید حتما با خانواده صحبت بشه؟ حالا مثلا وقتی که پسر بخواد صحبت بکنه، با کی باید صحبت بکنه؟ با خود دختر خانم اگر رابطه داره بگه که من میخوام بیام خواستگاری، اگر با ایشون رابطه نداره با پدر صحبت بکنه، با مادر خانواده صحبت بکنه، دوستی رو بفرسته؟ از این آداب اگر بخوام شروع بکنیم، آداب خواستگاری، از کجا باید شروع بشه این موضوع؟ واقعا جالبه که به سلام ما بدونیم کی میره خواستگاری. کسی که واسهش میریم خواستگاری غیر از اون کسی است که به اصطلاح میره خواستگاری. ما متاسفانه این دوتا رو با هم قاطی میکنیم که به اصطلاح منم میخوام زن بگیرم پس من باید برم خواستگاری. خب اینجا همین که وجود منیت شد، من وجود دیگران رو حذف میکنم و این خودش یه نوع غرور و یه نوع تکبری هست که این فرد به دیگران بها نمیده. خب وقتی که من به دیگران بها نمیدم، پس چرا از دیگران انتظارات دارم؟ چرا انتظار دارم که خاله برای من خاله باشه، عمه عمه باشه، نمیدونم خواهر خواهر بمونه، برادر برادر بمونه، پدر و مادر به طور قدرشناس باشن، این زندگی منو بها بدن؟ خب نه، من توقعاتم از همه اینه که به اصطلاح نقش خودشون رو 20 ادا کنن، به بهترین وجه باشن، اما خودم در قبال اون مسئولیتی که در قبال دیگران دارم هیچ بها نمیدم. اینه که اینجا به اصطلاح وقتی که من میرم خواستگاری، شناخت اول، اگر من به اصطلاح به این شناخت رسیدم، به این انتخاب رسیدم، این انتخاب رو کجا باید مطرح کنم؟ در محیط خانواده خودم.
که من مثلا در محیط کاریم، در دانشگاه، در بین مثلا دوستان، خانواده ها، خیشان، فلانی رو زیر شش دارم. واقعا من احساس میکنم که سوژه مناسبی هست، گزینه خوبی هست. با مادر این مسئله رو مطرح میکنم، با کسی که بیشتر صمیمی تر هستم، حالا یا پدر است یا مادر است یا خواهر بزرگتر است یا خاله است، در حال با کسی این رو مطرح میکنم که منو دوست داره و منو میفهمه. یعنی اول از خودم شروع میکنم، از خانواده خودم. دقیقاً، چون که به اصطلاح اول من ببینم که به اصطلاح اصلا واکنش خانواده من چی هست. من به هیچ عنوان توصیه نمی کنم که کسی به اصطلاح بره ازدواج کنه در حالی که خانواده‌اش باش نیستن. خب خانواده که با فرد همراه نبودند، این یه نوع به اصطلاح از بین بردن خود هست. زندگی به اصطلاح تنها من نیستم تو این زندگی. خب زندگی مثلا جزر و مدهای خودش رو داره. یکی از خواسته های من هست، این به قابل احترام هست، من این طرف رو به راه زندگی خودم مناسب میدونم. اما آیا پدر و مادرم این رو برای عروس بودنشون مناسب میدونن؟ آیا خواهرامون، برادرام، اینا هم حق دارن؟ خب تو این زندگی به صلاح زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی است. من نمیدونم، خب؟ من زندگی نمیکنم با اونک. حالا اگه من رفتم انتخاب کردم، پدر و مادرم این رو نمیخوان، خواهر برادران به هیچ وجه حاضر نیستن اینو قبول کنن، دامادم اصلا حاضر نیستن که این رو در کنار خودشون به صلاح عروساشون این رو نمیپسندن، نمیدونم خاله ها، عمه ها، همه محیط. خب من چی میشم؟ من کلا طرد میشم. این طرف قضیه به صلاح غرایز، چیزی که باعث میشه که به صلاح من ازدواج کردم اینجا، عقل نیست، ارزش نیست، انگیزه خاصی نبود مگر انگیزه بسیار شهوانی و خواهشات نفسانی. خب این خواهشات نفسانی عمری داره، فوقش همون ماه عسلش رو میگیره. خب بعد از ماه عسل چی میشه؟ اینجاست که دیگه من میبینم که من تو این صحرا تنها موندم. کسی منو قبول نداره، کسی فرزندان منو قبول نداره، کسی آینده به اصطلاح همه ایش رو من به مخاطره انداختم به خاطر به اصطلاح چی؟ رسیدن به یک شهوتی که چشم منو گرفته بود. خب بعد از اونه که دیگه احساس میکنم که من تنها موندم و بر میگردم و میشه دیگه همون مشکلات خانوادگی شروع میشه و از این حرفا. مهمتری این وضع اینه که من خانواده خودم رو به دست بیارم. اولین مورد پدر و مادرم، بعد از اون برادر خواهرا را میفتن. اگر پدر مادر رو من به دست آوردم، بقیه خودشون کم کم را میفتن، چون که همه احساس میکنن که در این مورد نقش دارن و هر یکی نقش خودش رو به اندازه خودش میدونه. مثلا برادر بزرگ احساس میکنه که به هر حال نقشش پررنگتره از برادر کوچیک. برادر کوچیک، خواهر کوچیک میبینه که به هر حال برادرم پسندیده، موردیه، حالا برادرم چون دوستش داره ما هم قبولش داریم. خاله ها و عمه ها همچنین موردی رو دارن، عموها و دایی ها هم همچنین به اصطلاح موردی. عمو میخواست، دایی میخواست که به اصطلاح شما برید خواستگاری دخترشون، حالا شما نرفتید، جای دیگر رو مد نظر گرفتید، یه به اصطلاح حرفی میپرونه، یه والله دیگه به هر حال انتظار ما نبود، به هر حال ما وقتی خودی داریم بیگانی رو چرا بیاریم تو خونمون فلان. بعدش دیگه کنار میاد. چه مدتی میگذره بعد آروم میشه؟ قبل از این که مدتی هم بگذره آروم میشه، چون میدونه که به هر حال چشمشون وقتی جای دیگه بود، یعنی ما رو نخواستن. حالا که ما رو نخواستن سلامت باشن، قضیه نصیب هست و به هر حال یه جوری کنار میاند و قبول میکنن. و اونایی که خیلی باز کلنشخترن حداقل یه دو ماه سه ماه بعدش رام میشن. اما اگر پدر و مادر نبود یا یکی از اینها موافقت نبود چی میشه؟ این بهانه میده دست هر کسی که اطراف هست. یعنی چی؟ یعنی برادر بزرگ مشکل نداره با این موضوع، اما میخواد چون که پدر موافق نیست، میخواد که به اصطلاح پدر رو به این صورت به طرف خودش جذب کنه و بگه که من هستم، بعد اظهار مثلا میگه که منم موافق نبودم. اما خاله ها و اطرافیان میدونن که پدر موافق نیست، خب خودشون موردی ندارن، اما میگن اگر ما رضایت چرا صد نشون بدیم بعدا ناجاقا با ما در میفته. اونا هم میرن تو صف مثلا پدر یا تو صف مادر. مهمترین مهره ها همین پدر مادر هستن.
حالا ما اینو راضی کردیم به گونه ای به اصطلاح با اینا کنار اومدیم. راضی کردن پدر و مادر کار سختی نیست، ما فقط چون پدر و مادر مهمترین چیز براشون خوشبختی فرزندشونه، وقتی که پدر یا مادری موافقت نکرد هیچ وقت امکان نمیدیم این به خاطر مثلا حسادت باشه. خب برادر بزرگتر امکان داره که حسادت بکنه، برادر کوچکتر امکان داره، مثلا برادر بزرگتر ازدواج کرد تو ازدواجش موفق نبود، برادر کوچکتر ازدواج کرد بعد از اولین روزای اول که خیلی خوشحال بود و نمیدونم خوشبخترین زن دنیا رو پیدا کرده بود، بعد از اینکه ازدواج کرد دید ای بابا خیلی از این خوشبخترها هم خوشگلترها هم هست. خب اینجاست که الان اومده برادرم زن مناسبتری از نظر طبقه اجتماعیش بهتره، وضعیت نمیدونم مالی و نمیدونم فرهنگی و زیبایی اندام همه این مسائل میبینه که ممکنه که حسادت بکنه، اما هیچ وقت امکان نداره پدر حسادت بکنه یا مادر حسادت بکنه. اینا هستن که به هیچ عنوان غیر از خوبی و سعادت فرزندشون هیچ چیز دیگه تو ذهنشون نمیاد. پس اگر موافقت نکردن حتما یه موردی هست و تو این عدم موافقتشون یا موافقتشون اخلاص کامل دارن. حالا اگر مثلا تفاوت دیدگاه نظر بود، من احساس میکنم مثلا یکی از واردن در یک موردی داره مخالفت میکنه و حق به جانب نیست، اگر من این احساس کردم چیشه میشه کرد؟ این احتمالش هست، احتمالش خیلی هم زیاد هست، چون که پدر مادر از یک نسل دیگه هستن. خب و احیانا تفاوت فرهنگی زیاد هست، پدر مادر مثلا سطح سواد زیادی ندارن، در محیطی که زندگی کردن این محیط مثلا پرت بوده، محیط روستایی بوده یا محیط مسائل بسته بوده اونا، و من در یه محیط بازتری بودم، دیدگاه من از زندگی غیر از دیدگاه اونهاست، بینش من متفاوت هست، اهداف من از زندگی غیر از اهداف اونهاست، انگیزه من ازدواج غیر از انگیزه ای هست که در ذهن اونها تداعی میکنه. اینجاست که من میتونم اونها رو قانع بکنم. شیوه قانع کردنشون هم زیاد به عقل ربط پیدا نمیکنه، مگر اینی که پدر مادر جوان باشند و زیاد سال خورده نباشند. در این مورد من و آدم های به سلام عقلانی باشن، مثلا فرهنگی باشن، نه من میتونم باشون کنار بیام، بهشون بفهمونم که من به چه هدفم از زندگی چیه، چی میخوام و برای رسیدن به این هدف به این دلیل این دختر مناسب تره. اما اگر سال خورده بودن و از به سلام فرهنگیشون یه مقداری از بعدی که برای اونها مهم هست من باید اونا رو به دست بیارم، پدر مادر مثلا پایبند به دینن، خب نمازگزار و دین شناس و اینا، میگم بابا شما استخاره کنید، منم استخاره میکنم تا ببینیم خواست خدا چه باشه. خب اونا هم استخاره میکنن، منم استخاره میکنم، چون که من میخوام دیگه استخاره من شده دیگه. خب من که استخاره میکنم میام میگم که والله من استخاره کردم، دلم به همینه. شما هم حتما استخاره کردید، دلتون نرمتر شد قاعدتاً، چون که من به اونا املا میکنم دلشون نرمتر هم خواهد شد. همیشه یک ازدواج موفق ترین فرد در ازدواج کدومه؟ اون شخصی که خودش انتخاب میکنه اما پدر مادرش به پدر مادرش طوری وانمود میکنه، طوری اونا با اونا کنار میاد که هم پدر به اصطلاح احساس بکنه که انتخاب اون بوده و هم مادر هر جا بره به اصطلاح احساسش همین باشه که انتخاب اون بوده. نه، با وجود اینکه فرزند خودش داره انتخاب میکنه اما طوری در رابطه و رفتار با والدین به تصویر میکشه انگار که بالاخر شمایید، بالاخره من فقط دارم یک نظر میدم. این نه تنها در این مورد، در هر موردی در تعامل با پدر و مادر باید اینطور باشه که هر کاری شما میکنید اینقدر باید زرنگ باشی که پدر مادر تو بتونی قانع کنی که امروز که ما به صلاح این موضوع سفره دل رو میریم به خاطر اینه که مامان جان شما روی این تاکید داشتید. یه بار یادت هست که قضیه خواستگاری رو گفتی بودی، با سلیمانی نشستیم گفتیم که مامانم به این موضوع رو یک بار به صلاح یادآوری کرده بود، گفتیم بریم تو همین موضوع. این احساس دادن به بزرگترها خیلی مهم هست و این بستگی داره به اون شیوه برخورد
فرزند با پدر پدرها و مادرها، تا وقتی که به اصطلاح یه چیز خیلی مهم هست که فرزند باید اینقدر پدر و مادرش رو به دست آورده باشه، باشون عزیز باشه، اینقدر تو چی به اصطلاح تو دل اونها جا داشته باشه که تا یه چیزی بخواد خود به خود خواست فرزند خواست اونا میشه، تأمین میشه مانا خود به خود. از چی؟ از باب به اصطلاح محبت و لطافت و عاطفه. شما ببینید بعضی چیزها هست که ما اصلا خوشمون نمیاد. الان یه نمیدونم گربه اینجا بیاد واسه ما زیاد زیبا نیست، یه نمیدونم مرغی از اینجا رد بشه زیبا نیست، اما اگر بدونیم که به اصطلاح احمد آقا به اصطلاح واسه خود چند تا مرغ خریده تو همین دورورا نگه داشته، همین مرغه که اومد جیک جیک میکنه ما میگیریم و میبوسیمش. خب ما یه اصلا وقتی هم کثیف کرد رو لباسمون هیچ اصلا به رومون نمیاریم، یه دستمال کاغذی میگیریم چی شد بعد این رو میگیریم پاکش میکنیم، هیچ برومون نمیاریم. چرا؟ چون احمد آقا رو دوست داریم. آقا فرید نمیدونم گربهش اومد این ورا گربه رو میبوسیم، چرا؟ ما در واقع گربه رو نمیبوسیم، ما محبت و عشق و علاقه که به آقا فرید داریم اینجا اون رو به اصطلاح به تصویر میکشیم. وقتی اگر ما در پیش پدر مادرمون این تو عزیز باشیم قاعدتا خواست ما خواست اونست. خب اینه که وقتی هم برای خواستگاری میریم کی رو میفرستیم؟ برای خواستگاری وقتی میری باید پدر و مادر اگر در قید حیاتن اونا اولویت دارن. مادرم بدبینه، پدرم عصبانیه، نمیدونم آداب و رسوم نشست و برخاست رو نمیدونه، نمیدونم از نظر فرهنگی فلان هست الان هست. ببینید ما نقش بازی نمی کنیم در خواستگاری، فیلم نمی خواهیم که بریم نمایش اجرا کنیم که بابا نمیدونه چطور بشینه رو مبلمانشون، خب رو زمین بشینه. خب بابا نمیدونم عصاش مثلا کجه، بابا این عصا کجه امروز کج نیست که، این تمام زندگی شما باید این بابا باشه دیگه، نمیشه از پس کرد. حالا که این بابا را اینجا در پله اول من نمیخوام، پس انتظار نداشته باشن پله دوم بابا منو بخواد. زندگی که به اصطلاح اینه که پدر و مادر اگر بودن اصرار فرزند بر این باشه که شما باید باشید. پدر مادر نیستن اونایی که اولویت اول رو دارن. اولویت اول از کیه؟ از مثلا بزرگترهایی که در محیط خانواده وجودشون پررنگتره، آدمهای به اصطلاح روشنتری هستن. چهار تا عمو دارم، اون عمویی که به اصطلاح فهم و درایتش بیشتر هست با اجازه عموهای بزرگتر هم که میرم پیش عموی بزرگتر که من میخوام که عمو کوچکتر رو بفرستم خواستگاری، البته اگر شما اجازه بدین. یعنی همیشه این موارد رو رعایت بکنیم تا ناراحتی ایجاد نشه، تا ناراحتی ایجاد نشه که این خب به هر حال این بافت خانوادگی رو حفظ کنن. بعد از این افرادی رو که میفرستم زیاد لشکری نفرستم، البته لشکر فرستادنم در بعضی موارد با وجود به سلام اون بافت جامعه چطور است، مثلا در بعضی مواردی که به محیط جامعه قبیله‌ای است، خب قبیله افراد قبیله قبیله‌ای دوست دارن، یعنی پنج نفر برن اصلا چشون نمیاد کسی اومد، یه اتوبوس باید برن زمان. یه اتوبوس برن یه چند نفری برن، چرا؟ چون وجود اینا چی هست؟ اونو میگن مثلا این فرد طرف آدم داره، مردم دار است، آدمی هست که با سای خودش وزنی داره. این رو مثلا بعضی در بافتهای اجتماعی مختلف عزیزان ما مراعات نمی کنن. مثلا در محیط بافت مثلا مناطق بلوچستان، مثلا مناطق پشتون نشین، مناطق کرد نشین، این بافت این معنا رو داره که وقتی میریم خواستگاری جواب میده، یه گروهی بریم، چند نفری باشیم، چند نفری باشیم، چند تا خانم باشن، چند تا به اصطلاح خیش باشن، به خصوص از خیشا کی باشن؟ اونهایی که وجاهت اجتماعی بارزتری دارن. خب دونه درشته، دونه درشته، حالا از نظر اقتصادی دونه درشترن یا از نظر به اصطلاح فرهنگی جامعه اونها رو میشناسه، ریش سفیدترن. خب اینا مثلا جواب میده.
در مثلا مناطق مثلا فارس نشین و شهر نشین بزرگتر، مثلا همین که 4 نفر برن خیلی خب 4 نفر رفتن، پدر مادرن و نمیدونم خود داماد هست و عموشون هست، مثلا با بزرگ هست، نمیدونم یه بزرگتری هست، یه کسی که به اصطلاح بهتر میتونه صحبت کنه و جلسه رو به اصطلاح مدیریت بکنه، اینا رو با خودشون بردن کفایت میکنه. اما وقتی که مثلا ما اینو کجا مشکل رو مشاهده میکنیم، وقتی که مثلا دوستای فارس وقتی میرن خواستگاری پیش مثلا بلوچی یا یک پشتونی و این از چون با مراعات فرهنگ نمیکنن، اینه که میان اینجا میگن چند نفر اومده بودن اینا، مثل اینکه کسی رو ندارن، بیچارا خیلی آدم های بیکس هن. خب همین بیکسی بیمردمی خودش بار منفی میده، یه بار منفی میده، و اینا اگر بگن که نه بابا اینا داشتن پس چرا نیومدن، یعنی اینه که اونها همه راضی نیستن. خب یا اینی که برای ما احترامی قائل نبودن، ما با ایشون وزنی نداشتیم. خب این مسائل رو باید مراعات کنیم، شناخت کنیم از با توجه به شناختی که از جامعه داریم. اما در کل این موارد باید بدونیم که ما میریم برای بیان حقیقت، نه ما میریم اونجا به اصطلاح نقش بازی کنیم، نه میریم شکار. خواستگاری شکار نیست، خواستگاری فیلم بازی کردن نیست، خواستگاری اینه که ما بریم با هم آشنا بشیم، و خواستگاری یه جلسه نیست. ما یه جلسه رفتیم، یک به اصطلاح شناختی از هم داشتیم، قضیه رو هم مطرح کردیم به گونه ای که ما اومدیم مثلا به هر حال ما از منطقه دیگه هستیم، از خانواده دیگه هستیم، از قبیله دیگه هستیم، با شما ما آشنایی چندانی نداشتیم، بچه ها به هر حال با هم دیگه آشنا بودن در محیط آموزشی یا در محیط کاری یا نمیدونم این ور اون ور، پرسیدیم دنبال یک سوژه مناسبی هستیم که مثلا دختری رو با خودمون انتخاب کنیم، عزیزانی خانواده شما رو مطرح کردن، گفتیم بیایم بیشتر شما با ما آشنا بشید، اگر مناسب دیدید که مثلا ما لیاقت این رو داریم که مثلا با هم خویشاوندی داشته باشیم یا فرزند ما این لیاقت رو داره که شما اون رو به فرزندی قبول کنید، خب با هم آشنا میشیم. به هر حال یه بار، دو بار، سه بار تا احساس بکنیم که این سوژه مناسب است و مثلا آستین بالا بزنیم و کار تمام. اجازه بدید جناب دکتر به همراه شما بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم، برمیگردیم ایشون باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با تفاصیل بیشتر در موضوع خواستگاری و حالا دیگه داخل شدن به خود محفل خواستگاری و قیل و قالی کجا به همراه شما عزیزان مروری خواهیم کرد. برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود همچنان. السلام علیکم. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب ويزهو الزهر في الرمان لا أبهى ولا أعجب فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب ويجد الطير في البستان لا أندى ولا أطرب ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها
ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشت الطير في البستان لا أنت ولا أطلب. وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها، وماء البركة الهادي يعانق رمل شاطها، وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها. ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر، وكل الكون إحكامه من الأسماء إلى الأصغر، ووحي الله إلهامه فجل الخالق الأكبر. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و سروران، همچنان با شما هستیم با موضوع بحث خواستگاری و قیل و قال و به هر حال اولویت ها و نکات مهمی که در موضوع خواستگاری مطرح هست. جناب دکتر، حالا وقتی میخوایم بریم خواستگاری چه نکاتی رو باید مد نظر داشته باشه؟ اصلا کجا بریم خواستگاری؟ آیا الزاما حتما باید خواستگاری خونی عروس صورت بگیره؟ عموما مثلا روند جامعه اینطوری است که ما بریم به صلاح خونه عروس، مثلا نریم خونه عموش، نریم خونه مثلا ریش سفید محله یا ریش سفید اون خانواده یا قهوه خونه یا فلان جایی، به خاطر شناخت برخی از مواردی که مهم هست. مثلا اون که افرادی که میرن تو خونه به صلاح طرف، خب اونا کسایی هستن که خودشون خونه ساختن، خونهشون خونه دار هستن، عمری از زندگی رو گذروندن، با یک شناخت، با یک دید به خونه و به شیوه زندگی اونها خیلی مواردی دستشون میاد. مثلا ببینید
دید خیلی مهم هست. با یک دید ما بنا به تجاربی که از زندگی داریم طرف رو میخونیم. مگه نه مثلا ما میریم جایی با دخترمون میریم با پسرمون میریم مثلا میریم مدرسه، خب چند نفر سر کوچه وایسادن میگیم بابا بریم از این ور اونجا چند تا لات ایستادن، یعنی چطور ما همینطور خب کردیم اینا لاتن، آدمای مثلا هرزن، آدمای از شکل و قیافه‌شون، از جایی که ایستادن، از وضعیتشون، از وضعیت ایستادنشون، از وقتی ما داخل خونه یک کسی میریم از نشست و برخاستشون، از به اصطلاح شیوه برخوردشون، از استقبالشون، از همه اینو میخونیم. حتی اگر دروغین باشه میخونیم که اینا وصله ناجور این حرکات و صفات حرکات و اینا نمیاد. اینا دارن فیلم بازی میکنن و این خیلی مهم است. در قضیه خواستگاری ببینید متاسفانه اون چیزی که برخی از عزیزان ما از خواستگاری برداشت اشتباهی که دارن اینه که فکر میکنن میرن به شکار. شکار واسه همینه که مثلا پدر و مادر محتاطن، به پسر میگن ببینید اینجور باید بشینی، این طوری بپوشی، این نمیدونم این حرکات رو بکنی، مواظب باش این حرفا نزنی، مواظب باش اینجوری نکنی، مواظب باش دهن تو زیاد باز نکنی که دندون مثلا افتاده تو نبینن، مواظب باش این کارو نکن. و مادر هم از شب تا صبح میشینه واسه دختر روزه میخونه و اون رو به اصطلاح آماده میکنه برای فیلم بازی کردن. خب این واسه چی رفتن؟ این واسه خواستگاری نرفتن. خب مشکل چیه الان جناب دکتر؟ چون الان مثلا غالبا با علم این اتفاق میفته، یعنی وقتی که خب داماد خانواده داماد که میدونن کجا میرن و انتخاب کردن که دارن میرن خواستگاری و میخوان که به این نتیجه برسن، یعنی میخوان که وسط صورت بگیره، طرف عروس هم خانواده عروس هم غالبا تا حدودی اطلاع دارن و تا حدودی انگار که موافقت اولیه شده که اجازه خواستگاری میدن، غالبا اینجوریه دیگه، اون اجازه میدن که بیاد. الان خب هر دو طرف تا حدودی سعی میکنن، الان چون شناخت اول زندگی هست، چون شناخت کامل نیست، سعی میکنن که یه سری مواردی هنوز شاید احساس بکنن که الان نیازی نیست مطرح بشه، شاید احساس میکنن که یک مورد کوچولویی که الان مطرح میشه سوء برداشت بشه از این، چه کاری میتونه داشته باشه که انسان یک مقداری محتاطانه تر برخورد بکنه. آیا نباید این احتیاط باشه؟ آیا باید خیلی خودمونی همینجوری من بیام بشینم بگم خب بچه‌م دندونش کنده شده نداره، نمیدونم دخترم اینطوره یا بچه‌م اینطوره، همه چی باید مطرح بشه؟ یا نه یک مقداری جا داره که انسان مثلا محافظه‌کاری کنه یا حتی چیزا رو پنهان بکنه؟ ببینید ما اولا در قضیه خواستگاری نه محافظه‌کاری داریم نه پنهان کردن. یه چیزایی هست که احترام و به اصطلاح مهمونداری هست، عرفه به اصطلاح مهمون اومده، حالا چه خواستگار باشه چه نباشه ما یه چیزایی رو مراعات میکنیم، اون طبیعتا آداب به اصطلاح عرفی هست که به اصطلاح ما جامعه بهش ساخته که به اصطلاح مهمون رو به این صورت ازش استقبال میکنیم، این صورت پذیرایی میکنیم. اما این مهمون خاص هست، این مهمون میخواد که به اصطلاح از به اصطلاح مهمونی در بیاد بشه جزی از خانواده ما، ما میخواییم دو تا خانواده باشیم. اون چیزی که ما رو به هم نزدیک کرده یا باعث شده اینا بیان، حالا یه چیز گذرایی میتونه باشه، میتونه اون برداشت ها اصلا کلن اشتباه باشه، میتونه اونا یه نوع تحمیل باشه. دختر میگه من همین پسر رو میخوام، پسر میگه که همین دختره یا خودکشی. خب پس اینجا پدر مادرها مجبورن یا به هر حال حرف بچه‌ها رو باید بگیرن تا حدودی باشون را برن، اما شناخت از هم دیگه ندارن، تا شاید هم دختر پسر تا حدودی از هم شناخت داشته باشن در محیطی که داشتن، اما تا چه اندازه دین اینها برداشت اینها از هم دیگه درست بوده که غالبا برداشت‌های نوجوانای ما اشتباهه. چرا؟ چون اون چیزی که باعث شده هم دیگر رو ببینن ارزش‌ها نبوده، غالبا نیاز بوده. خب وقتی که آدم نیازمند هست یا آدم گرسنه، در شدت گرسنگی نون پیاز بهترین غذاست، از اونو بهترش پیدا نمیشه. اما وقتی سیر شد چی؟ دیگه از بوی پیاز هم متنفر میشه و دندونش هم نمیتونه نون خشکو بچه. خب چی شد؟ قصه همون قصه است، فرد عوض نشد، فقط شرایط یه مقداری روی این روش چیز مدت زمانی گذشت، اون نیاز برطرف شد، برطرف شدن نیاز دیدگاه رو عوض کرد.
خب اینایی که تا دیروز میگفتن ما به هم نرسیم، خودکشی میکنیم، عاشق هم شدیم، چی میشه که بعد از 6 ماه کارشون به طلاق میکشه؟ کازا نیستن هم دیگه رو تعامل بکنن. خب پس اینجا یک این برداشتای کودکانه ناپخته احیانا خانواده ها رو تو هچل میندازه. اینجاست که خانواده ها خواستگاری رو به صلاح مطرح میکنن. وقتی هم میرن به خواستگاری نباید توش تصنع باشن، احترام های عرف عادی باشه. اما اینی که ما بیاییم به صلاح مخفی کاری کنیم، خب بیاییم مثلا، خب اون پسری که به صلاح میدونست که ما مثلا خانواده پایبند هستیم، الان تا ما رسیم تو خونشون با شکل و قیافه خونه میفهمیم که اینا چقدر دیندار هستن. اینجا دیگه نباید خانواده بیان نشون بدن که دیندار هستن، هر طرف یک نمیدونم قرآن مجیدی آویزون کنن، یه نمیدونم هر طرف دیگر چپ و راست جانماز آویزون شده، این ور جانماز پهنه، اون ور فلانه، نکنه هم نماز خوندن هستن. من خودم این تجربه خودم که داشتم، مثلا اگه یک جای رفته بودم خانواده رفته بودیم سلام علیک داشتیم، تا من میرفتم اون خانواده من میدونستم مثلا بچه های اون خانواده نماز نمیخوندن، پدر نماز نمیخوند، اما چون مادر از من خوشش میومد و تا من میرفتم همیشه در اتاق دختر خانم باز بود و یک رحلی و یک جانمازی بود و تا من میرفتم اونجا میگفت بیا از این ور ببخشید اینجا چی؟ مثلا دختر عموت اینجا داشت قرآن میخوند قبل از اینکه شما بیایید. عبادتگاه است اینجا. خب منم میگفت همیشه منم میگفتم ماشاءالله خواهرم خیلی آدم با ایمانی هست، ماشاءالله تو این خونه برکت خونه همین خواهرم هست. مثلا خیلی بهش برمیخورد. مثلا من میگفتم خواهر. خب این ساختگی است. چیزای ساختگی از شخصیت انسان کم میکنه. ولو میره. اینه که مثلا ما در یه چیزی بسیار مهم هست در قضیه قبل از رفتن به خواستگاری، ما یک به اصطلاح ادبی هست، یک برنامه‌ای هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما آموخته و خیلی تاکید داشت برش، قضیه استخاره. که این دعای استخاره رو همه افراد خانواده بخونن، یعنی پدر، مادر، خود داماد، پدر، مادر، خود عروس خانم، اینها دو رکعت نماز میخونن و دعای استخاره رو میخونن که خدایا بار الها، این دو رو یاد باید بگیرن، همه جوونا یاد بگیرن، اینقدر که به صلاح صحابه میگفتن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روی این دعای استخاره اینقدر تاکید میداشتن که روی آیات قرآن کریم سفارش داشتن. همگونه که سوره ما یاد میدادن انقدر تاکید داشتن همین قدر بسیار روی استخاره. چرا؟ چون که این دعای استخاره چی هست؟ این است که اللهم اینی استخیرک به علمک و قدرتک، خدایا بار اله من با توجه به اون علم و آشنایی که شما، شناختی که شما دارید، با اون قدرتی که شما دارید و من عاجز هستم، من نه قدرتی دارم نه شناختی دارم، خدایا بار اله من از تو میخوام که اگر ازدواج من از مریم خانم دختر فلانی به خیر من هست، به خیر دنیا و آخرت و دین من تو این هست، این ازدواج رو برای من مقدرش کن و راه هموار بشه، و اگر این ازدواج به نفع نه دین من هست نه دنیای من و نه آخرت من، پس خدای منو از اون منصرف کن و اونو از من منصرف کن و برای من اون چیزی که خیر هست رو مقدر کن و منو به اون راضی کن. بس و منو به اون راضی کن. ببین اینجا کلن بافت این دعا و این ارزشی هست. هیچ جا جایی از خواهشات نفسانی وجود نداره، رضایت و خوشنودی هست، سعادت هست که من آرزو مان که اون برسم، اما این رو من در پی آرزو هستم و اون آرزو با چه برابر میشه؟ برآورده میشه با ارزش ها، با زیبایی ها، با مال و ثروت، با همه اینا. من همه اینا رو میخوام. خب و وقتی هم میرم به خواستگاری و این دعا رو خوندم، این دعا برای من چه فایده داره؟ یکی اینی که من با یه قوت قلب بزرگی میرم، احساس میکنم من میرم در حالی که من مشوره کردم با کی؟ با الله تعالی. با الله تعالی. ببین همین وجود مشوره به آدم قوت قلب میده.
واسه همین ما میگیم خواستگاری باید چند نفر برن. چند نفر برن یعنی چی؟ یعنی این چند نفر میرن هر یکی با توجه به دیدی که داره، با توجه به تجربه‌ای از زندگی داره، با توجه به اون احساسی که برای من داره، همه اینایی که من برای خواستگاری میفرستم باید افرادی باشن که منو دوست دارن و خوشبختی منو میخوان. اینو باید شرط باشه. هیچ وقت مثلا عمویم که به اصطلاح انتظار داره که من برم خواستگاری دخترش، اینو برای خواستگاری نمیفرستم. خب کسی رو میفرستم که منو دوست داره و دنبال خوشبختی من هست و خوشبختی منو میخواد. الان اینا رو من میفرستم برای خواستگاری. وقتی اینا به من میگن بله یا میان به من میگن نه، فوراً من این عقل من رو جهت دهی میکنه. وقتی گفتن بله دیگه من با اعتماد به نفس خیلی قوی تری پیش میرم. ازدواج کردم، یعنی ازدواج کردم، اولا به اعتماد به نفس دارم و ایمان به این دارم که این برای من بهترین سوژه بود. چرا بهترین سوژه بود؟ مادرم پسندیده، پدرم پسندیده، عموم پسندید، عموم اینا وقتی برای دیگران تعریف کردن میدونن که چطور تعریف کنن، اونای دیگه هم با من هستن. خود خانواده دختر اعتماد به نفس پیدا میکنه که یه خانواده‌ای اومدن دختر ما رو بردن. در زندگی اگر خدای نکرده مشکلی پی وجود اومد، همه خانواده احساس میکنن که مسئولن در رفع این مشکل. موردی به وجود اومد، عمو احساس میکنه که من اینجا نقش داشتم، باید من پادرمیانی بذارم. بابا مشکل شما چی است؟ میبینی یه مشکل مسئله اقتصادی است، بابا من بهتون قرض میدم، این مشکل نیست که شما بیاید روش دعوا بندازید و راه بندازید و سلام. نصیحتی میکنه. وجود این افراد این ازدواج رو بها میده، وزن میده. عدم وجودش اینا نباشن مثلا در خواستگاری، خب دیگه ازدواج با هر بادی ممکنه به هم بخوره، با هر مسئله کوچک بزرگی همه اطرافیان باش نیستن هیچ، تا موردی پیش میاد من چشت کور، مگه از ما پرسیدی؟ مگه اصلا حرف ما رو توجه کردی؟ به ما اصلا برای ما ارزش قائل بودی؟ برو چشت کور. خب اینه که به اصطلاح اون اعتماد به نفس زایی میشه. حالا وقتی که من اومدم استخاره کردم، یعنی چی؟ یعنی این که الان من خدامو در کنار خودم دارم. رفتن گفتن والله شما خانواده بسیار خوبی هستید، ما آرزو داشتیم که مثلا بتونیم با هم وصلتی داشته باشیم، اما به هر حال دختر خانم عمویی دارند و عموشون قبلا ذکر خیری کرده بود و موردی بود و در حال ما فعلا مثلا باید از اون جهت مطمئن باشیم. به ما نگفتن، خیلی محترمانه به ما نگفتن. من وقتی میام با اطمینان قلب میام، میگم که پس این جواب استخاره من است، من از خدا خواستم که اگر این مناسب من نیست این رو از سر راه من برداره، و خدا من برش داشت و یک نوع به اصطلاح آرامش قلبی برای من ایجاد میشه، آسوده خاطر، آسوده خاطر، راحتم که الحمدلله پس این نبود اون سوژه‌ای که خوشبختی من توش هست، این نیست. ولی این که من در ظاهر احساس میکردم که اینه، من که برای چی رفتم. یه مورد دیگه هم که هست که من وقتی میرم، من و خانواده‌ام باید این رو مد نظر داشته باشیم که چی میخواییم. منی که انتخاب کرده بودم غالبا به خاطر چی انتخاب کرده بودم؟ به خاطر زیبایی طرف. من به خاطر اینی که به اصطلاح یک نوع دلم اومده بود اون رو انتخاب کردم، بعد چون که به خاطر خوشگلیش انتخاب کرده بودم، خب میدونم که مردم از من چی میخواهند پرسید. خب الان اینه که برای مردم جواب میتراشم. خب میگم که حالا بگم که فقط خوشگله، خب پدر مادرم همه دیگه همه میدونن که فقط خوشگل بودن معیار نمیتونه باشه. خودم هم در داخل خودم اینو میدونم، واسه همین واسه مردم حرف میتراشن که بله سطح سوادش خیلی خوبه، خیلی زرنگه، خب از هر انگشتش هنر میبره، تا چیزی میبینم لباسش خودش دوخته، نمیدونم
غذاش خوب میشه، غذاهایی میپزه فلان. میدونم که هر کسی که از من میپرسه چی میخواد. میدونم که برای خالم، چون که اصلا خودش مشکل داره با دختراش، به صرفش نمیگیرن، تو آشپزخونه کمکش نمیکنن، برای خالم دختر مناسب اونیه که به اصطلاح حرف گوش کن باشه، خدمتکار باشه. برای عموم، چون به اصطلاح با عروسش به اصطلاح ازدواج کرده، فرزندش برام فرزندش عروس گرفته، مشکل داره. چرا؟ چون که این عروسه هیچی بلد نیست. این برای عموم بهترین عروس اونه که به اصطلاح خیاط خوبی باشه و نمیدونم آشپز خوبی باشه. برای اون میگم که والا من انتخابش کردم عمو جان، به خاطر اینی که آدمای خوبی هستن، خوش اخلاق هستن، دیندار هستن، در این حال ماشاءالله یه آشپزیه، یه نمیدونم چیزی. اینا همش حرفی که من به اصطلاح درست میکنم به خاطر گول زدن مردم. اما وقتی میریم خواستگاری، خانواده وقتی میرن، خانواده‌ان که اونجا چیزایی که مد نظرشون باید باشه، اینا رو هم باید من مد نظر داشته باشم، هر خانواده. از یه ارزش‌ها، اخلاق، دیانت داری، امانت، صداقت، نمیدونم مردم داری، قضیه به اصطلاح روابط خود خانواده ها با هم. امکان نداره که مثلا من برم یه جای خانواده ای میدونم که تمام فامیل با اینا قطع رابطه کردن. اینی که من بگم همه فامیل خرابن اینا خوبن، این خود 1% حکایت هست. 99% حکایت چیز دیگه میتونه باشه که اینا بدن که دیگر رو ازشون بریدن. این مسائل رو وقتی من رفتم خواستگاری اینا مد نظر من باشه. هیچ وقت منفی قرائی نکنم. این خیلی باز قضیه مهمی هست. یعنی چی منفی قرائی نکنم؟ یعنی هیچ وقت نگم که من انشالله، چون که من مثلا یک دامادی دارم، دامادم مثلا آدم بدی هست، خب دختر مثلا 4-5 تا خواهرش ازدواج کردن، اون زنش رو میزنه، اون نمیدونم اخلاقش بده، اون نمیدونم قاچاق چیه، اون نمیدونم فلانه. نباید بگی که مثلا خدایا من به من شوهری بده که قاچاق چی نباشه، یه شوهری که مثلا دروغگو نباشه، یه شوهری که منو نزنه، یه شوهر. این مفاهیم چه اتفاقی میفته وقتی که ما یه چیز منفی رو نمیخوایم، اون منفی قاعدتا باید در زندگی ما به وجود بیاد. وقتی که ما یه چیزی رو نمیخوایم، وقتی میگیم مثلا اگه وقتی من میخوام یک به اصطلاح ازدواج کنم یه خانومی که امانتدار باشه، دیندار باشه، صادق باشه، با به اصطلاح حشمت و عفت باشه، فلان باشه، اینا رو میخوام. خوبیار میخوام کنم. خوبیار میخوام. وقتی خوبیار رو میخوام چه اتفاقی میفته؟ کل این سیستم جسم من، سیستم فکر من، همه سیستم من برنامه ریزی میشه به سوی کسی که این صفات رو داره. اولا کسی که این صفات رو داره من جذبش میشم، یا کسی رو با این صفات دیدم خود به خود جذبم میشه. خب سر راه هم میاد، میبینمش خوشم میاد، یه نوع تمایله. چرا؟ چون که این سیستم من اینجوری شده، دنبال همچین کسی هست. چیزا برام مهمه، نه تنها سیستم من، بلکه اطراف، چون که این نیرو در من ایجاد شده، این بینش در من ایجاد شده. شما ببینید وقتی شما میرید مثلا تو یک تجمع بزرگ، خب تو این تجمع افراد عادی هستن، بازاری هستن، طلبه علم هم هستن. یه طلبه علمی هست که اصلا مثلا به شکلش نمیاد که مثلا دانشجو باشه یا از طلبه علم باشه، اما شما در بین 200 نفر خود به خود تا چهره چشمین میفته تو چشمین، احساس میکنی که این همچین آشناست، خودمونیه. در حالی که مثلا با یه بازاری که میشینیم برای تحملش سنگینه. همین تو یه بازاری وقتی با شما میشینه زود ازت خسته میشه. چرا؟ چون انسان به سیستمش چطور برنامه ریزی شده باشه، عقلش رو چطور برنامه ریزی کرده باشه، همش به همون طرف سوق پیدا میکنه. حالا اگه من بگم نه، من منفی باف باشم، به این که به اصطلاح بخوام که موارد منفی تو زندگی من نباشه، خود به خود اینا به وجود میاد. یعنی وقتی من خیلی ببینید که افرادی که مثلا میگن که
سه چهار تا از خواهرام ازدواج کردن، طلاق دادیم. خدایا من یه شوهری میخوام که منو طلاق نده. میبینید که بعد از یه سال طلاق میده. چرا؟ چون که این از یه چیزی ترسیده، این ترس توش اومده که من کسی رو میخوام که منو طلاق نده. الان چیکار میکنیم؟ پس من نباید فلان کار بکنم که این منو طلاق میده، نباید فلان حرکت از من سر بزنه که این منو طلاق میده. کارایی که نباید بکنه اینا خود به خود انجام پیدا میکنه، توش شک برانگیز میشه و آخر میبینی که شوهر طلاقش. اینه که انسان نباید اون چیزایی که منفی هست رو بیاره، که مثلا من شخصی نمیخوام که دزد باشه. خب کی میخواد؟ هیچ که نمیخواد. خب میبینی که شوهری گرفت دزده. این که خیلی از مثلا افراد میگن همین که چقدر نالیدم، چقدر نمیدم. یک موردی هست که مثلا ما منع شدیم در دین، لا تظهر شماتت لی اخیک، لا تظهر شماتت لی اخیک فیشفیه الله و یبتلیک. هیچ وقت نگیم که فلانی بدبخت رو کی گفت که سوار دو چرخه بشی بری ماشین بزنه پاتو بشکنه؟ من عقل نداشتی؟ یه مورد، یه مشکلی برای کسی پیش میاد، ما میایم اظهار چی میکنیم؟ اظهار رضایت میکنیم. خب و میگیم که به صلاح خدا شد که این مورد براش پیش اومد، برای من پیش نمیاد. یعنی چی؟ یعنی ما اومدیم سیستممون رو برنامه ریزی کردیم برای وجود این مورد. بعد از چند روز میبینیم که چشمون اشتباه میبینه، ماشین رو دور میبینیم، خودمون میریم جلوی ماشین، پامون میشکن. این به خاطر چی هست؟ یعنی یک تغییری نشد، ما خودمون رو تغییر دادیم. این موارد خیلی مهم است که مثلا ما نیاییم مثلا از یه بلایی که اتفاق نیفتاده فرار نکنیم. تمنای بلا ممنوع است در شرع. خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما توصیه میکنند که بلا رو نخواهید، اما اگر اومد صبر کنید. یعنی اینی که ما اصلا فکرشو نکنیم، فکرشو نکنیم که به اصطلاح یک شوهر بدی گیرمون بیاد، فکرشو نکنیم که یک به اصطلاح زن نافرمانی گیرمون بیاد. ما در پی زن محجبه باشیم، زن عاقل باشیم، زن زیبا باشیم، زن فلان باشیم، اینا خود به خود سر راه ما میاد. و اینا هم چیزایی هست که به اصطلاح در خواستگاری مد نظرمون باشه، که وقتی میریم با توجه به دیدی که از خانواده پیدا میکنیم میدونیم که این خانواده چقدر ارزشی هستن، چقدر مثلا اخلاق براشون مهم هست، دیانتداریشون چطور هست، نمیدونم امانتشون، صداقتشون، احترامشون به دیگران، احترام فی ما بینهم، به صلاح در بین هم دیگه، رابطه پدر با فرزندان، فرزندان با پدر، اینها همه انعکاس داره بعد بر زندگی آینده من. و من در مقابل، اگر در مقابل زندگی اونا مسئول نیستم، در مقابل زندگی خودم که مسئولم. بدون شک. اجازه بدید دکتر بام، بینندگان عزیزی که دوستان با ما در موضوع برنامه مشارکت بکنن میتونید حتما، من در ابتدا میخواستم بگم بعد از میان برنامه فراموش کردم که حتما نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو از طریق واتساپ، صفحه فیسبوک و صفحه تلگرام، از طریق اس ام اس شبکه جانی رسانه، راه های مختلف میتونید با ما در میان بگذارید و حتما در برنامه مطرح خواهد شد تمام مواردی که ان شاء الله برای مرسال بکنید. جناب دکتر، در خواستگاری ها غالبا وقتی که محفلی به اسم خواستگاری برگزار میشه و جاری میشه، یک سری شرط شروط هم گذاشته میشه. یعنی وقتی که دو طرف میشینن با هم صحبت میکنن، شرط شروط های گفته میشه، این شرط ما داریم، این شرط ما داریم. آیا خواستگاری جای این شرط شروط هاست یا نه؟ نباید اصلا هیچ چیزی رو مطرح کرد. اگر میشه مطرح کرد، تو چه حدی، چه مواردی رو بعد مطرح کرد؟ اصلا جاش هست در خواستگاری مطرح بکنه آدم این موارد؟ ببینید، قبل از مطرح کردن شرط و شروط ها باید زمینه اون به اصطلاح شرط ها مشخص بشه. مثلا ما کسی هستیم که به هر حال، حالا این دید ماست، ما همه دخترامون رو با به اصطلاح مهریه چند میلیاردی دادیم، میخواییم که به اینا بفهمونیم
از باب اول هم که ما به صلاح همچنین مردمانی هستیم. صراحت خیلی خوبه. اما قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم که مهریه دختر ما اینقدر هست، این رو در اثنای کلام برسونیم. ببینید در قضیه دید و بازدیدهای خواستگاری ما سعی کنیم هر آنچه که باید طرف مقابل بدونه رو بگیم، چه بپرسه چه نپرسه. ولای دختر ما خیلی منشالله زرنگ بود، یه مقداری سال سوم راهنمایی خوب نشد، چون که به صلاح بودیه که تصادفی کرد بند خدا و مجبور شدیم عملش کنیم، یکی از کلیاش از کار افتاد و اون رو به صلاح برداشتیم. اما ماشاءالله بعد از اون خداوند شفاش داد، خیلی خوب شده، خیلی هیچ مشکلی تو زندگیش نداره. اونا از ما نپرسیدن. اما این موردی بود که باید ما بین گفتیم. چون اگر نگیم این موردی نیست که بشه پنهانش کرد. نه. خب یه مواردی هست که میشه پنهان کرد. اون موارد چه مواردی هست که نباید گفته بشه؟ بله. خب گذشته ها نه برای خواستگار مهم هست که حقش هست که بپرسه، نه برای ما که حق داریم اون رو بیان کنیم. مثلا طرف اومد پیش امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه، گفت که من یه دختری دارم که این دخترم در یک زمانی از مثلا کودکیش گول خورده بود، کسی بهش تجاوز کرده بود، الان توبه کرد و به صلاح همه مسائل حل شد و کسی خبر نداره و از این حرفا، خواستگار براش اومده. آیا من به خواستگارا بگم یا نه؟ ببینید این اولا حق خواستگار نیست که از تاریخ طرف بپرسه، وقتی که به صلاح اون تاریخی که بشه خداوند یه چیزی رو پنهان داشت، اون تاریخی که مرتبط میشه به رابطه شخص با الله متعال و یه سری اتفاقاتی افتاده که بین خودش و الله متعال. یعنی ما مثلا میگیم که والله دخترم 5 ساله که بود خیلی دروغ میگفتا، بزرگتر شد دروغ ول کرد، در سال 13 سالگی تا 14 سالگی نماز نمیخون، بعد شروع کرد به نماز خونه. بهش به کسی مربوط نیست، این رابطه یه بنده است با الله متعال. حالا اشتباهی صورت گرفت، گناهی سر زد، توبه کرد، این نه به من ربط داره، نه به طرف مقابل، نه حق من هست که بپرسم. هیچ تأثیری هم در زندگیش نداره. اما تأثیر داره در محیط اجتماع. جامعه رو بدبین میکنه به هم دیگه. جامعه رو نمیدونم به فساد میکشونه، روابط اجتماعی رو به هم میریزونه، فلان فلان. قضیه مثلا مواردی هست که اینا چون شیطان تو این میدان زیاد بازی میکنه، باید اینا رو روشن بکنیم که هیچ وقت آن چیزی رو که خداوند پوشونده من بنده حق ندارم که اون ستری که خداوند گذاشته اون رو بردارم. حضرت عمر به اون طرف گفت که اگر این حرف رو بشنوم که جای دیگه تکرار کردی 80 ضربه شلاقت میزنم، یه بلایی سرت در میارم که دیگه خود دونی. چرا؟ چون این یه موردی هست که کل جامعه رو تو داری متزلزل میکنی. اینی که طرف ها میان، مثلا طرف میاد میگه که ببینید دختر از دانشگاه نگیرید. چرا؟ میگه دخترای دانشگاه کدومش سالم مونده باشه؟ این فرد جوابگوی این حرفش هست. خیلی سنگین اینا. یعنی تو داری کل جامعه رو، نصف از جامعه رو که به اصطلاح تحصیل کردند اینا، همه رو اتهام زدی بدون دلیل. حالا یه نفر رو اگر قذف، اینو میگن حد القذف، اگر یه نفر رو تهمت میزدی 80 ضربه شلاق میخوردی. حالا که تو داری یک ملتی رو تهمت میزنی. اینا حرفای به اصطلاح خیلی ساده و ابلهانه است. همیشه این افرادی که چنین جمع‌بندی میکنن، آقا قبیله فلان اینطوری هن، آقا ملت فلان اینطوری هن، قوم فلان اینطوری هن، یه قومی رو تهمت میزنه، یا قومی رو، یه ملتی رو، یه خانواده رو اتهام میزنه، قذف میکنه، نمیدونم غیبت میکنه، اینا مسئولیت داره. اینه که این مسائل خاص هست.
غیر از این مسائل عیبه های خلقتی هست کسی نمیدونه که دختر من نمیدونن که گوشش سنگینه اینو باید بگم از همون اوائل تو 4 سال اول خوبش بوده هیچ موردی ندار سبحان الله همین 4 ساله که بود ما احساس میکردیم که این دختر زیاد با ما نیست بعد متوجه شدیم که از طرف راست که صداش میزنیم نمیشنوه طفله که گوش راستش اما خدا بهش رحم کردن الحمدلله گوش شبش خیلی قوی است الحمدلله خوب میشنوه فلان اینو نپرسیدن اصلا چون که اونا گوشاشو دیده بودن دیگه نمیدونستن که داخل گوش مشکلی هست این رو باید بگم خب نمیدونم دخترم اینا که ده استکانی میزنه اون روزی که اومدن خواستگانی باید اینو بزنه نمیدونم خب دختره تو دانشگاه میرفته خودشو قبل از این که بره 4 ساعت مثلا چتکه ور میداشته خودشو رنگ رودن میکرده پسره مثلا چشمشو گرفته وقتی اومدن خواستگاری نباید آرایش بشه همون شکل طبیعیش خب لباس حتی فقها میگن که در خونه چه لباسی رو بپوشه وقتی آرایش مثلا برای خواستگاری میگن لباس خونه رو بپوشه خیلی عادی یعنی خیلی عادی حتی لباسش پر زرق و برق نباشه لباسش آنچنانی نباشه که دیگه پسره لباسه رو ببینه دختره رو نبینه عاشق لباسه بشه یا خانواده ای که اومدن لباس اونا رو به خودشون مشغول کنه دیگه به مسائل دیگه ای که به اصطلاح براش اومدن از اونا غافل نشن این مسائل خیلی مهم هست که به اصطلاح ما وقتی میریم خواستگاریم صراحت کامل داشته باشیم و اون چیزی که فردا امکان داره که به اصطلاح ما سرزنش بشیم که چرا نگفتید دختره نمیدونم یه نشانی داشت زیر بغلش تو دستش نمیدونم رو شکمش یه نشانی داشته این نشانو برداشتن خب اثرش هست حالا بهشون بگن که اینجا یه نشانی بوده برداشتیم نمیدونم سرش شکست به اصطلاح 5 طبقه خورده اینجاش که به اصطلاح مو نداره این مسئله است این الان بهتره که گفته بشه یا بعد از اینکه طرف ببینه مشکل ساز بشه اون وقت مشکل ساز است اینجا نه اینجا دیگه طرف اختیار داره میخواد بپذیره میخواد نپذیره غالبا مسائل کوچیک رو افراد قبول میکنن چون اینجا اینا برای خواستن اومدن یه پیش زمینه ای دارن پیش زمینه ای که به اصطلاح پسرشون اینو میخواد پرسیدند مسائل اخلاقی و همه اینا موافقت‌ها شده الان میگن که به اصطلاح کلیهش برداشته شده سبحان الله ای چقدر آدم ها هستن که دوتا کلیه رو ندارن دارن زندگیشون رو میکنن هیچ موردی براشون پیش نیومده خواست خدا بود خواهد دیگه ما چیزی که خواست خدا باشه دیگه ما با خدا که دعوا نداریم این مسائل الان اما اگر خدای نکرده این رو نمیگفتن فرداش خبر بشن شک بندیز میگه خدا میدونه که چه چیزای دیگه از ما پنهان کرده این مسائل خیلی مهم هست دختر من یه موردی داشت نمیدونم بعضی وقتا بیماری خاصی داره هر 3-6 ماه میاد بعضی وقتا نمیاد یه حساسیت خاصی داره از یه بویی از یه وقت فصلی از سال از یک موردی این رو باید گفت خب به تابستون که میشه این ریزش بینی پیدا میکنه رفتیم الحمدلله یه دکتر خوبی چند جا رفتیم جواب نداد یه دکتر خوب پیدا کردیم الحمدلله یک قرصی داده که چی داده 200 تومن میخریمش این رو الحمدلله استفاده میکنه از اون وقتی که خوبه خب اومد ریزش شروع شد عطسه شروع شد حساسیت شروع شد خلاص طرفا میدونن که این مشکل رو داشته یعنی با علم این موضوع دیگه تصمیم میگیرن تو از اولش وقتی که قبول کردن دیگه فردا این براش مشکل ساز نمیشه فردا میدان نمیدن برای شیطان که وسوسه کنه درست جناب دکتر چون وقتمون دو پایان هست حدوداً 10 دقیقه بیشتر داریم اگر حالا به من آخرین موضوع در این بحث خواستگاری آخرین سوال موضوع که مفصل هست کسی رفت خواستگاری رد شد قبول نکرد آیا دوباره بره یا نه دیگه بیخیال بشه جالب است این سوال خیلی جالب است چون ما با این مورد داشتیم ما برای که از همکارامون میرفتیم خواستگاری بله تو بعضی از مناطق افغانستان عادت بر اینه که شما وقتی میرید خواستگاری بار اول شما رو رد میکنن
یعنی کنن این قانون نه این قانون است. امکان نداره که مثلا شما برفتید بار اول شما رو بعضی از ملت‌ها این عادتو دارن. چرا؟ تفسیرشون چیه؟ تفسیرشون اینه که آقا دختر برای ما عزیزه. بار اول کسی اومد ما دادیم اونا برداشت میکنن که چی؟ سرشون زیاد بود میخواستن از سرش از شرش خلاص بشن سرشون ردش کنن. خب این روی نوع احترام برای دختر تلقی میکنن، یک نوع وجاهت اجتماعی برای خودشون تلقی میکنن. به هر حال این یه فرهنگه جانمه. ما اینو نمیدونستیم. خب این همکار ما دکترا داشت، استاد دانشگاه است، خیلی یک انسان ایدئال. شاید 10 جا رفتیم خواستگاری، هر جا ما رو میگفتن نه، ما هم سرمون میرفتیم پایین. ای بابا چی خبر شد؟ ملت چه به اصطلاح انتظارایی دارن؟ تا رفتیم یه جایی یه بنده خدایی قبول کرد. این بنده خدایی که قبول کرد این میدونست که شما اگر یک بار که ما این مسائل رو به اصطلاح سرمون نمیشه، عادات اون ملت رو نمیفهمیم. بعد همه جایی که رفته بودن همه تا امروز حسرت میخوانن، حسرت میخوانن، ناراحتن که بابا ما شما رو که رد نکردیم. آها. بابا شما به ما نگفتید. اوه. بابا این نه نه نبود که این نه بود که برو برگرد. خب ما که نمیدونستیم، ناز کرده بودن. این موارد اگر قضیه فرهنگی هست مثل این مورد، این رد نیست، این که خود به خود طبق همون مسیر عرف جامعه است. عرف جامعه است. بار دوم جالب اینجاست که بار دوم هم رد میکنن این عرف. بار دوم رد سومه که دیگه خدا خیر بده و داماد و صبر بده بهش. بله این مورد. اما اگر این مورد نبود، این مورد نبود، جایی رو ما مناسب دیدیم رفتیم. خب به ما گفتن والله فرزندتون سربازیش نرفته، ما نمیتونیم به اصطلاح ریسک کنیم، نمیدونم درس دخترمون تموم نشده، یا یه بهانه ای آوردن. به ما نگفتن اما ما دلمون هست. هیچ اشکالی نداره که ما بعد از مدتی باز بریم. 6 ماهی گذشت، سالی گذشت، نمی کمتر بیشتر، وضع ما بهتر شد. بهانه ای که داشتن مثلا پسر سربازی نرفته، حالا ما میخواییم سربازیشو بخریم، ما میخواییم که نمیدونم ازدواجش بدیم، در این حال بره سربازی و جایی که به صورت ما تصمیم گرفتیم مثلا با افرادی حرف زدیم که سربازیش در منطقه فلانی باشه، گفتیم که خانومش هم کنار خودش باشه و نمیدونم سرباز معلم باشه، یک تغییر و تحولاتی یا در ما ایجاد شد یا ما احساس کردیم که در طرف مقابل ایجاد شده. عمویی کسی رو بردیم فرستادیم که بابا اینا رو بفهمون که دختر داد درسش، ما که جلو درسش رو نمیخوایم بگیریم. خب اما درسش تموم میشه، عمرش زیاد میشه، فلان میشه، یا خود اون بسیار خانواده موریدی داشتن آقا که رسمایی که مونده فلانی وفات کرده باید از وفاتش اینقدر بگذره، یا نمیدونم خواهر بزرگتر ازدواج کنه تا نمیدونم قضیه برادر بزرگتر روشن بشه. حالا روشن شد، هیچ اشکالی نداره که ما بریم. اما زیاد رد کردن و به صورت یه بار ردمون کردن، دو بار ردمون کردن، بابا 3 بار ردمون کردن، بعد از اون شایسته نیست که ما دیگه لجاجت کنیم اونجا بریم، بعد اونا هم تو رو درواسی قرار بگیرن، ما رو قبول کنن. خب یا از آبروشون بترسن که اینا به اصطلاح میاند و میرند و ما رد کنیم، جامعه چه خواهد گفت و فلان. این یه نوع ازدواج، از یک جهت جه نوع ازدواج تحمیلی میشه، از یک جهتش اون وجاهت مرد رو از بین میبره. اون مردی که به اصطلاح همیشه هم من به جوانایی که به اصطلاح رفتن جایی به اصطلاح رد زدن، به اصطلاح میان گریه میکنن که دیگه زندگی برام معنا نداره و نمیدونم خواستم خودم رو کشتم، میگم تو مردی خجالت بکش از خودت، تو اگه مردی برو یه جایی ازدواج کن تو اونو ببینن که تو مردی. اینی که به اصطلاح بیاییم خودمون رو بچسبونیم یه جایی و به اصطلاح وصل ناجور بشیم، بعدش ازدواج صورت گرفت چی میشه؟ این مرد همیشه طعنه میخوره، ما تو رو نمیخواستیم، خودت اومدی خودتون ما زورزورکی چسبوندی. اون وجاهت مرد از بین میره، لیاقتش به اصطلاح، اون هیبتش، اون چیزی که به اصطلاح در خانواده هیبت مرد خیلی مهم است در مدیریت خانواده، اینجوری اینو از دست میده. جناب دکتر 5 دقیقه فرصت داریم و چند تایی از سوال بیننده رو مطرح بکنیم. بیننده فرمودن که چند ماهی است که به دختر خالهشون علاقمندن و قصد ازدواج دارن، همه خانواده موافقن الا بابا، چیکار باید کرد؟ هیچی، بابا رو به دست بیار. بابا افرادی از خانواده رو قبول داره یا نه؟ مادر رو، خاله رو، عمه رو، عمو رو، شما که میگید همه موافقن، فقط بابا مخالف، همه رو بسیج کن که دل بابا رو به دست بیارن.
اگر حرف بابا، حرف به اصطلاح یا موقف بابا که به اصطلاح عدم رضایتش نادرست هست، از روی برخی مراد به اصطلاح یک نوع دیدگاه معینی داره، یک نوع لجاجتی هست، یک نوع نمیدونم بدبینی هست و فلان، این برطرف میشه. اما اگر نه، حرف بابا خیلی معقول هست دیگه، اینجاست که یا اطرافیان بابا رو قانع کنن یا بابا اطرافیان رو قانع کنه. وقتی قناعت صورت گرفت، با هر طرف، از هر طرفی که باد اومد، من حرکت میکنم. اگر همه رو بابا قانع کرد که این وصله نامناسبی هست، من حرف بابا رو میگیرم. اگر همه بابا رو قانع کردند که این مورد مورد مناسب هست، خب بابا که قانع شد دیگه قضیه حل. بیننده دیگری فرمودن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فرمودن که من نامزدم قهر کرده رفته و هرچم زنگ میذارم تلفنم جواب نمیده، چی کار بکنم؟ میشه دیگه، نامزد وقتی قهر کرده الان نامزد نیست دیگه. ببین که مسئله چی هست، چرا قهر کرده؟ نه، شاید منظورشون نامزدی حالا تو دوره بعد از عقد دیگه، یعنی بین عقد اگر اگر همسرش هست، نامزد هست، یعنی خواستگاری شده، موافقت شده، نامزدش همونطور که هست، چون که خیلی بچه‌ها ما نامزدی رو حتی قبل از ازدواج به صلاح سلام و دعایی کردن دیگه نامزد شدن. خب اگر این مورد هست، خب بفهمید که قضیه چی هست، یه نوع سوء تفاهمی هست، این رو برطرف کنید. اگر شکی هست، این رو برطرف کنید. اون موردی که هست باید شناخته بشه، برطرف بشه. و بناهن الان این مورد یک به صلاح مدت زمان نامزدی، مدت زمان بدوستانی هست که توش به صلاح آسونه که ما عقب نشینی کنیم یا طرف مقابل عقب نشینی کنه. اینجا حق داریم. خب که به صلاح اگر اینجا ما تونستیم با هم بسازیم، ادامه میدیم. اگر نتونستیم، از این الان جدا بشیم، بهتره که بعد از ازدواج به صلاح همچین مواردی، بعد از اینکه چند تا فرزند تو محیط زندگی اومد، این مورد پیش بیاد. اینجاست که باید بدونیم که چرا، و در این مسائل باید شفافیت کامل باشه. طرف اگر همس نامزده به صلاح، اگر دختره روی سر شک داره، اگر دختره مواردی داره، اینا رو با کمال صراحت باید بگه که من فکر می‌کردم تو آدم درستی هستی، الان واسه من روشن شد که تو آدم مردی نیستی. برای چی مرد نیستم؟ بابا من دیدم که نمیدونم به عکس فلان، بابا این خواهر شیریمه، این دختر خالم هست، منو شیر داده خالم، این خواهرمه، خبر نداشت بنده خدا. قضیه روشن شد، برای رفت تحقیق کرده، ای بابا من اشتباه کردم. خب وقتی که این موارد مثل سوء گمانها برطرف میشه، مسائل حل میشه. اما اگر برطرف نشد، الان وقت عقب نشینی بهتره از وقتی که به صلاح ما بیاییم و تو زندگی به صلاح خانواده ها با هم بیشتر نزدیک شده باشند و فرزندی هم تو خانواده باشه. بیننده بعدی فرمودن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد انتخاب همسر دوم در سنت نبوی، سوال در مورد انتخاب همسر دوم در سنت نبوی چه جوری است؟ الان بیشتر دیگه توضیح ندن، نه نمیدونم منظورشون از این سوال چیه، که آیا اجازه همسر یا سوال مثلا همسر اول راضی باشه یا نباشه، یا اینکه در حسون همسر دوم نمیدونم، شاید گفتن که اگه خواستگاری منظورشون باشه از این سوال بیشتر. ببین قضیه به اصطلاح انتخاب همسر دوم، اولا کسی حق نداره که زن دوم بگیره و در زندگی اولش موفق نیست. ما همیشه زن دوم شلاق نیست که ما زن اول رو باش بزنیم. بله. زن دوم برای انتقام گیری نیست که ما مثلا زن اول یک کاری کرده، خانوادهش یک کاری کردن، خانوادهش به من گفتن که اگر ما به زن نمیدادیم تو فلان، ما به سلام چی میخواییم که به سلام بهشون نشون بدم که من هم هستم. خب زن دوم به این معنی نیست که به سلام من بخوام که جلوی دوستان قیافه بگیرم که من مردم و تونستم زن دوم بگیرم. قضیه اینجاست که من دارم میخوام که به خدام نزدیک بشم، یک قضیه عبادی هست، یک عبادت هست که من میخوام خانواده‌ای رو خوشبخت کنم، من میخوام باری رو از زندگی خانواده‌ای بردارم، من میخوام که به صورت صاحب فرزندانی بیشتری باشم، من میخوام که مثلا به هر حال سنت پیامبران رو زنده کنم، در محیط جامعه نقش فعالی داشته باشم. به هر حال یک ارزشی باعث میشه که من حرکت بکنم و این یک بعد عبادی هست، یک بعد شهوانی به هیچ وجه نیست. تنها موردی به صورت حتی در جانب، حتی اگر به خاطر غرایز هم باشه، بعد عبادی میتونه داشته باشه که وقتی مثلا همسرش بیمار هست
یا نیاز خودش بیش از همسرش هست، همه اینها بوده به اصطلاح عبادی داره و میتونه ازدواج کنه و در این ازدواجش نیاز نیست که به اصطلاح از همسر اولش اجازه بگیره، چون شرط این که ظلم نکنه به همسرم. در هیچ ظلم که همیشه چه همسر دوم بگیره یا نگیره ظلم حرام هست. ظلم به همسر اولش، به خانوادهش، به اطرافیان، به همه انسان ها حرام هست. پس قضیه ظلم اینجا اصلا منتفی هست که ظلم کلن حرام هست، این ظلم چه با زن دوم باشه یا نباشه. خب اما اینی که به اصطلاح وقتی میخواد زن دوم یا سوم یا چهارم بگیره، قضیه بعد عبادیش باید واضح باشه. بیننده دیگری فرمودن که 8 ساله که من نامزد بودیم، حالا اشاره نکردن 8 ساله نامزد بودن، خانواده نامزدشون گفتن بعد از 8 سال که ما مراسم ازدواج نمیگیریم، فقط نکاح میکنیم و بابایشون هم به هم زده همه چی رو. ببینید نامزد که بودن یعنی نکاح شده، اما اگر قضیه نامزدی یه چیزی مثل خواستگاری است، حالا اگه 8 سال بوده باشه شاید مثلا همون بحث نکاح بوده باشه، چون 8 سال کش پیدا کردن برای کسی که فقط اسم هم باشن شاید نه، اگر 5 سال به اصطلاح 8 سال نامزد بودن به این که به اصطلاح مهریه مشخص شده، قبول ایجاب و قبول شده، فقط یه ولیمه مونده، این که اصلا همسرش هست، میگن که نگاه میکنیم عروسی نمیگیریم، ظاهرا این گونه است. پس وقتی میگن نگاه به اسم هم بودن، ظاهرا اگر به اسم هم بودن یه نکاح میخوان بکنن، بابا مثلا اختلاف سر مراسم عروسی، مراسم عروسی است، این برمیگرده به عرف جامعه. خب بعضی جامعه هاست که با یک نکاح قضیه حله و این شرعاً درسته، شرعاً درسته، یعنی طرف از نکاح کرد خلاص زنشه، حالا چه ولیمه گرفت یا نگرفت. اما اینه که عرف جامعه این رو قبول نداره. عرف جامعه ولیمه میخواد، یه سر و صدایی میخواد که همه بدونن که مثلا فلانی به عقد فلانی در اومد، به ازدواجش در اومد. اونجا دیگه این مسئله زیاد مهمی نیست، بابا راضی نمیشه، یعنی اینی که بابا میخواد که مثلا یک خودی نشون بده، جامعه بدونن که بابا این دختر داده حقشه، چون عرف جامعه این است، این هست حق پدره. پس اینجا باید با پدر کنار اومد که باشه، ما یک به اصطلاح ولیمه میذاریم، اما چون که مثلا مصاریفش نداریم، فلان نداریم، یک مثلا چیز خلاصه ای، ظاهرا چیزی که باعث شده اینجا حتما بابا چیز گنده ای میخواد، سر صدا میخواد و اونا مثلا این هزینه رو نمیخوان برداشت کنن، خوبه یه مهمونه ساده را بندازن، بعضی از خیشا رو دعوت کنن، بعضی از دوستا رو دعوت کنن و یک شامی ناهاری به عنوان ولیمه و قضیه رو حل کنن. این مزیلی نیست که به اصطلاح ما یه زندگی رو به هم بزنیم به خاطر یک به اصطلاح مورد اینچنینی. حتی اگر در این مورد بابا لجاجت کرد و گفت که باید نمیدونم در فلان جا باشیم، به هر صورتی شده یا بابا کنار بیاییم راضیش کنیم یا ما کوتا بیاییم و زندگی رو به هم نزنیم به موردی که به اصطلاح هیچ ارزشش اندازه نداره. بیننده اولی که فرموده بودن دختر خالهشون راضی هستن که ازدواج بکنن، فقط بابا مخالف است، اضافه کردن که بابا اگر مشکل داره با خانواده مادری و کینه داره، آیا باز هم حرفش معتبر است؟ در هر صورت حرف بابا معتبر است. در هر صورت اگر با خانواده به اصطلاح مادری مشکل داره، با هر موردی مشکل داره، این الان پدر هست. ببینید در قضیه ازدواج ما بزرگتر از ازدواجش رو داریم که اون پدر و مادر هستن. پدر و مادر بعد از توحید پروردگار خداوند متعال حق پدر و مادر رو قرار داده، بعد از پدر و مادر رو راه های ما برای بهشت قرار داده. اگر ما پدر یا مادر یا هر دو رو از دست دادیم، امکان نداره که ما در زندگیمون موفق باشیم. من اگر هیچ ازدواج نکنم، پدر و مادرم رو در کنار خودم داشته باشم، خوشبخترم از اینی که ازدواج کنم و پدر مادرم رو از دست بدم. و به اصطلاح پسری یا دختری که حرف پدر مادرش رو زد کنار، این هیچ وقت همسر مناسبی نمیشه. کسی که به اصطلاح زندگیشونو به اصطلاح گذاشتن و این رو درست کردن، این برای اونا وفا نداره، برای اونا ارزش قائل نیست. برای منی که تازه بیگانه ام میام تو زندگیش، برای من ارزش قائل خواهد بود؟ هیچ جانمان. پس اینجا به هر صورتی که شده است پدر مادر رو باید راضی شون. بیننده نگران سوالشون همچنان باقی مونده، ان شاءالله در برنامه بعدی اجازه بدید مطرح بکنیم، چون وقتمون به پایان رسید، چند دقیقه به اضافه رفتیم. تشکر میکنم جناب دکتر، صحبت پایانی شما رو با بینندگان. در پایان از اینکه ما رو همراهی کردید کمال سپاس رو دارم و اینی که زندگی رو ساده بگیریم، در سادگی زیبایی است. ممنون از شما، تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. تشکر خاص از احمد جان کارگردان
محترم برنامه و همچنین از فرید جان، مرید احمد جان و محمد جان عزیزانی که پشت صحنه تلاش میکنن. در طول این برنامه تا برنامه بعدی نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالهای خودتون رو با ما حتما در میان بگذارید، از طریق واتساپ، از طریق تلگرام، از طریق اسمس، از طریق پیامگیر صوتی و از طریق صفحه فیسبوک ما در صفحه دل در فیسبوک، و انشاءالله حتما در برنامه پیش رو مطرح خواهد شد و به موضوعات مرتبط پاسخ خواهیم داد. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون بخشش، رحمت و مغفرت و برای خودمون استقامت تا آخرین لحظه حیات رو خواهانی و همه شما خوبانه به الله متعال میسپاریم. الله یار و نگهدار شما.